میکنن. آقا جوانان خوبی داریم عقب والدینن، مثل گل سر سبدن ولی عقب والدینن. این رمز آقا من حاجا از سوره مریم خدا مرحمت که به دست آوردم منت سرتون نمیذارم، در هیچ تفسیری نیست. نه این نکته رو به خاطر بسپارید. میگه و برم به والدیه، ها حضرت عیسی، و برم به والدتی ولم یجعلنی جبارن شقیا در حضرت، نه جبارن شقیا در حضرت یحیی میگه و برم به والدیه ولم یکن جبارن شقیا عصیه، ولی در حضرت عیسی میگه شقیه. این تک فرق بسیاری دارد که الان وارد نمیشم، فقط اینی مهم بگم که میگه من خدا به مادرم مهربان قرار داده، من جبار شقی نیستم. چطور میشه نیکوکاری من نیکوکار قرار داده؟ نیکوکاری با جبار شقی بودن چجور میسازه؟ بله میسازه. بعض جوانا نیکوکار نسبت به مادر ولی از اون طرف هم جبار شقی هستن. زنگ میزنن میگن مامان حالش بده، الهی بمیرم، وای ماشین میگیره زود میاد خونه، مامان الهی بمیرم چته، میگن قلبش ناراحته، یلا یلا دکتر وقت بگیر، برد برد دکتر، گریه میکنه. خب این بر به والدینه که این کار میکنه دیگه، نیکوکار چه میکنه؟ الان برده دکتر اونجا معاینه کردن، دوا داده، گفته بگین انشالله حاج خانم این را بخوره خوب میشه. بعد میاد منزل به خواهرش میگه مامان دواشو خورد زهری؟ میگه نه، مثل که یادش رفت. یادش رفت؟ اوهوی پیرزن میمیری ها، پس تو دیشب داشتی گریه میکردی، برو دستشو ببوس بگو مادر جان این دواها مهمه، بذار یه آب بیارم الان بخور. هیچی دیگه، خیلی زیباست قرآن. ممکنه آدم نیکوکار باشه در این حال جبار شقی هم بشه. یه جوان تو بستگان ما برای مادرش یک پارچه برده بود، آقا سر این پارچه نزدیک شده مادر بمیره. حالا این مادر پارچه را گرفته بود داده بود به یکی از عروساش، این جوان فهمیده بود تو را شاید قریب به این عبارت باشه، ما داده بودیم تا بپوشی. آقا زهر مار کرد کشیدمش کنار، گفتم کاش این احسان رو نمی کردی. این زن مشرف به موت شد، الان مردشو ببره این احسان تو، ما داده بودیم تو بپوشی، نیکوکاره ولی احمقه. از این طرف هم پدر در میاره ولم یجعلنی جبارن شقیا. ای خدا وقت فرق شقی و عصی هم بگم یا خسته شدید؟ خسته شد. اینم در هیچ تفسیری نیست، اینم قدر بدونید. در مورد حضرت یحیی میگه و برن به والدیه ولم یکن جبارن عصیا، این نیکوکار است به مادر پدرش، و جبار عصی یعنی جبار گناهکار نیست. در مورد حضرت مریم ولم یجعلنی جبارن شقیا، چی فرقش؟ خیلی مهمه این فرقش، که کسی که پدر مادر هر دو را داره، این اگر عاقب والدین بشه پدر مادر پشت هم دیگر رو میگیرن. مادر میاد چقدر پیر مرد اذیت میکنی، نمیترسی از خدا مگه پدرت نیست؟ یا مادر اگه اذیت کنه پدر میاد سراغش، آقا چه مادرته چرا اینجوری کردی؟ پدر مادر هستن پشتیبانی یک دیگر رو دارن، اما مادر دیگه شوهر نداره. این مادر کسی اذیت بده از عصی بالاتر، شقی میشه، شقاوته. این که در زن تنها میگه ولم یجعلنی جبارن شقیا، اما در پدر مادر هر دو هستن ولم یجعلنی جبارن یا ولم یکن جبارن عصیا.